سرویس اطلاعاتی روسیه نام فرد دوم مظنون به قتل داریا داگینا را اعلام کرد. سرویس اطلاعاتی فدرال روسیه FSB اعلام کرده که یکی دیگر از شرکت کنندگان در قتل داریا داگینا، دختر متحد پوتین را شناسایی کرده است. داریا داگینا 29 ساله روز شنبه 20 اوت در اثر انفجار خودرو هنگام بازگشت از یک جشنواره در نزدیکی مسکو کشته شد. او دختر الکساندر داگین، فیلسوف و نظریه پرداز روس معروف به مغز متفکر پوتین بود. سرویس امنیتی روسیه میگوید این فرد بوگدان تسیگاننکو نام دارد و اوکراینی است. یک روز پس از کشته شدن خانم داگینا، سرویس اطلاعاتی فدرال روسیه سرویس ویژه اطلاعاتی اوکراین را به دست داشتن در قتل او متهم کرد. بر اساس گزارش سرویس اطلاعاتی روسیه، یک مامور اطلاعاتی اوکراین به نام ناتالیا بوک در خودروی خانم داگینا مواد منفجره جا گذاشته است. مقامات اوکراین هر گونه ارتباط با این حادثه را رد کردند. هم‌اکنون سرویس اطلاعاتی روسیه میگوید تسیگاننکو به ناتالیا بوک در آماده کردن وسیله انفجاری کمک کرده و اسناد جعلی به او داده است. اوکراین میگوید این کشور مایل است با ذخیره کردن گاز به کشورهای اروپایی کمک کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک کنفرانس نفت و گاز در نروژ گفت اوکراین مایل است گاز را برای کشورهای اروپایی ذخیره کند تا در زمستان به آنها کمک کند. او گفت روسیه که عرصه انرژی را به اتحادیه اروپا محدود می‌کند در تلاش است تا از پر شدن مخازن ذخیره گاز توسط این اتحادیه جلوگیری کند. او مسکو را متهم کرد که از آنچه او ترور اقتصادی خواند برای تضعیف اروپا استفاده می‌کند. علی‌رغم محدود شدن جریان گاز از طریق خط لوله، کشورهای اتحادیه اروپا تلاش کردند ذخایر گاز خود را با تنوع بخشیدن به منابع خود تکمیل کنند. وزارت انرژی فرانسه امروز تاکید کرد که مذاکرات با الجزایر برای افزایش احتمالی واردات گاز به فرانسه در جریان است. الجزایر بزرگترین تامین کننده گاز اروپا پس از روسیه و نروژ است. پوتین ضربه نهایی را میزند. به نقل از وبگاه انگلیسی اکسپرس، والری چاو، کارشناس امنیت انرژی، در یادداشتی با عنوان آیا روسیه صادرات گاز به اروپا را از سر خواهد گرفت، نوشت: اتحادیه اروپا در شرایط کنونی در وضعیت بغرنجی قرار گرفته، چون هر لحظه ممکن است پوتین ضربه نهایی را در جنگ انرژی وارد کند. وی افزود: تا همین الان اتحادیه اروپا نتوانسته منابع جایگزین گاز روسیه را برای جلوگیری از چنین رخدادی پیدا کند و به همین دلیل در برابر ضربه نهایی از سوی پوتین آسیب پذیر است. وی در ادامه نوشت: با وجود استراتژی اتحادیه اروپا در زمینه تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود، اما این اتحادیه در شرایط کنونی تا حد زیادی همچنان به گاز روسیه نیاز دارد تا ذخایر خود را در حد معقول و مناسب حفظ کند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بازدید نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا می‌روند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که یک تیم از بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در حال حرکت به سمت نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا که گفته می‌شود در اثر جنگ اوکراین دچار آسیب شده هستند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که انتظار می‌رود این تیم اواخر این هفته به نیروگاه برود. وی در توییتی نوشت: ما باید از ایمنی و امنیت بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اوکراین و اروپا محافظت کنیم. ادعای لندن: وزیر دفاع روسیه در جنگ اوکراین به حاشیه رفته است. رکن اطلاعات ارتش انگلیس امروز دوشنبه مدعی شد رسانه‌های روسی مستقل اخیراً گزارش‌هایی درباره به حاشیه رانده شدن شویگو در نظر سران روسیه به دلیل مشکلاتی که این کشور در جنگ با اوکراین با آن مواجه شده منتشر کردند. در بیانیه این نهاد نظامی ادعا شده است اکنون فرماندهان عملیاتی که در خط مقدم هستند مستقیماً درباره مسیر جنگ با اوکراین به پوتین گزارش می‌دهند. بنویسه که وبگاه این سازمان ارتش انگلیس اظهار داشت فرماندهان و نظامیان روسی که تجربه نزدیکی از جنگ در خط مقدم اوکراین دارند، معمولاً شویگو را به دلیل رهبری بی‌کفایت و خارج از دسترس بودن که باعث متوقف شدن روند پیشروی روسیه در دونباس شده به سخره می‌گیرند. در پایان این گزارش آمده است اعتبار شویگو مدت هاست به دلیل نداشتن تجربه نظامی واقعی خدشه‌دار شده، زیرا او بیشتر زمان خدمتش را در بخش عمران و وزارت بحران گذرانده است. روسیه: چیزی از کادر متبحر نیروی هوایی اوکراین باقی نمانده است. به نقل از تاس، یک مقام نظامی دیپلماتیک روسیه میگوید که در نتیجه اقدامات نیروی هوافضای مسکو، تمام کادر عملیاتی نیروی هوایی اوکراین و متبحر در کار با جنگنده‌های میگ 29، سوخو 27 و سوخو 25 کشته شدند. وی در ادامه گفت از بین رفتن نیروهای ماهر نیروی هوایی اوکراین این کشور را مجبور کرده تا برای حملات هوایی خود از کارآموزان ناشی و ضعیف استفاده کند و این امر به تلفات
فاجعه بار در نیروی هوایی این کشور منجر شده است. این منبع همچنین گفته است که تلاش‌های کیف برای جذب خلبانان بیشتر از لهستان و سایر کشورهای شرق اروپا چندان موفقیت آمیز نبوده و معدود افرادی هم که با پیوستن به نیروی هوایی اوکراین موافقت کرده بودند، حالا یا مردن یا کارشان به بیمارستان کشیده است. بر اساس اظهارات این مقام روس که نخست نامش فاش شود، وعده‌های غرب برای تحویل جنگنده‌های ساخت شوروی سابق به اوکراین نیز به احتمال فراوان عملی نخواهد شد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.